مقوای فابریانو بخرم یا مقوای اشتنباخ؟ یا مقوای فابریانو بهتره یا مقوای اشتنباخ؟ در واقع این سوال از یک باور غلط در مورد این دوتا برند. مقوای اشتنباخ و مقوای فابریانو انواع مختلفی دارن. فابریانو یک برند ایتالیاییه که انواع مختلف مقوا رو توی زمینه‌ها و تکنیک‌های کاری مختلف و برای انواع استفاده‌ها داره. و اشتنباخ هم یک برند آلمانیه که اون هم توی هیته‌های مختلف و برای استفاده‌های مختلف مقوا تولید می‌کنه. پس این فکر که مقوای فابریانو برای فلان تکنیک بهتره و مقوای اشتنباخ برای فلان تکنیک بهتره رو باید کنار بگذارین که بتونین راحت تر مقوایی که برای کارتون مناسبه رو انتخاب کنین. مقوای فابریانو و اشتنباخ هر کدومشون یک سری بافت‌های منحصر به خودشون رو دارن. به فرض مقوای فابریانو یک سری بافت‌های راه راه که حالت کبریتی تور داره و مقوای اشتنباخ یه سری بافت‌های شبیه بافت‌های چکشی رو برای خودشون دارن و منحصر به برند خودشون. اما هیچ وقت اینطور نیست که مقوای فابریانو بگیم که برای سیاه قلم خوبه، مقوای اشتنباخ برای رنگ روغن. مقوای فابریانو و اشتنباخ هر دوشون در همه تکنیک‌های مختلف مقوای خاصی دارن. به فرض توی آب رنگ مقوای اشتنباخ مدل‌های مختلفی دارن، مقوای فابریانو هم همینطور. برای حتی مقوای بوم، هرچند که توی ایران خیلی کمیابه، هر دو برند مقواهایی دارن که توی این زمینه ها بشه استفاده کرد. بنابراین توی خرید مقواتون بهتر از این به بعد این نکته رو در نظر داشته باشین که برای چه تکنیکی میخواین و نوع مقوایی که میخواین چیه و تنها روی برند متمرکز نشید. گرم مقوا یعنی چی؟ این که مقوا 160 گرمه، 220 گرمه، 300 گرمه، این چه مفهومی رو انتقال میده و بر اساس گرماژ چه موضوعی رو ما میتونیم متوجه بشیم؟ این که میگن یک مقوا 160 گرمه، در واقع میزان وزن یا جرم یک مقوا در ابعاد 1:1. یعنی اگر یک مقوا 1 متر در 1 متر باشه، به فرض مقوای فابریانو 220 گرم اگر که یه اندازه 1 متر در 1 مترش رو شما وزن کنین، به وزن 220 گرمه. بنابراین هر چقدر مقوا ضخامتش بیشتر بشه و به تبعش قطرش هم بیشتر بشه، گرماژ بالاتری خواهد داشت. و باز اینطوری هم میشه گفت که هر چقدر مقوای گرم بالاتری داره، اون مقوا ضخیم‌تره. یعنی اینکه مقوای 300 گرم مقوای ضخیم‌تری نسبت به 200 گرم. یک نکته اشتباهی که معمولاً توی انتخاب مقوا برای افراد پیش میاد اینه که فکر میکنن مقوایی که گرم بیشتری داره، گرماژ بیشتری داره، مقوای مرغوب‌تری هست، در حالی که این موضوع اصلا صادق نیست در اکثر مواقع و ممکنه مقوایی که گرم پایین تری دارن اتفاقا برای یک تکنیک بهتر باشه. یعنی اصلا ما مقوایی رو داریم مثل مقوایی جعبه کفش و جعبه شیرینی، دیدین مقوایی هن که خیلی معمولا کیفیت پایینی دارن ولی گرماژشون گاهی وقتا تا 1000 گرم هم میره. بنابراین گرم مقوا تعیین کننده کیفیت و مرغوبیتش نیست و تنها تعیین کننده ضخامت مقواه و بر اساس کاری که شما دارین و تکنیکی که میخواین استفاده کنین میتونین گرماژ مقواتون رو انتخاب کنین.